خب بریم این قسمت پیاده بکنیم. اولا این یه سکشنه، میتونیم اسمشو بذاریم سلایدر. روی سلایدر یه منو هم میتونیم بزنیم، بریم ببینیم میشه یا نه. طبیعتا که میشه، ولی خب یه ذره ترفند داره. ترفند شما باید سعی کنیم در بیاریم، و اینکه این یه مقدار سی اس اس اش بیشتر از سی اس اس های بقیه است. و بعدم این یکی مقدار رو در بیاریم، این هم خودش یه دونه. در واقع شما میتونید یه سکشن در نظر بگیرید، ولی خب پوزیشنش ریلیتیو بدید، یه مقدار بدینش رو به بالا آب خوردن. و یا یه کار دیگه بکنیم، مثلا چند مدل میشه پیادهش کرد؟ یه مدل بهترین حالتش هستش رو در نظر میگیم پیاده ما. فعلا بریم حالت دیگرش رو در نظر بگیریم و این بیاد بالا. خب من برم مقدار بعدی رو بنویسم. بنویسم make slider و این make slider. یه سکشن میذاریم، بنویسیم کلاس اسلایدر و یه سکشن هم میذاریم، بنویسیم کلاس رو و یه سکشن هم میذاریم، بنویسیم کلاس کولدش 12. چرا؟ چون میخوام توش گرید بندی. از اون ببینیم گرید بندی میخواد یا نه. نه گرید بندی نمیخواد اسلایدر، نمیخواد گرید بندی. خودم نمیذارم، شاید شما بخواید بزنید، من نمیخوام بذارم فعلا. اسلایدر بیایم اول براش عکس مکسش اینا رو تعیین بکنیم. حالا قبلش من دیگه منو تاپ کاری ندارم، ریسیت رو هم که فعلا کاری ندارم. میام اینجا یک کلیک راست میکنم و یه استایل میسازم، مینویسم اسلایدر و اسلایدر هم که مینویسم مدیا دیگه خودتون بلدین. مین ویدث 1200 پیکسل و حالا مواقعی مواردش رو می‌نویسیم دیگه. میام اینجا و گزینه ایمپورت رو هم می‌زنم، همه کارا رو انجام بدیم قشنگ خیالمون راحت. میام اینور برمیگردم میگم سکشن کلاس اسلایدر شما بیاد ویدثت بشه 100 درصد و هیتت به نظر من 700 پیکسل خوبه. من واقعا می‌خوام بذارم 700 پیکسل، ولی فکر می‌کنم 700 پیکسل هم هست. اگر شک دارید یا F12 می‌زنید اینجا نگشته ببینید هیتش چقدر میتونه باشه. صد درصد این باید هیت داشته باشه. خب پدینگ داده، یعنی 600 پیکسل پدینگ داده بالا و پایین، بالا و پایین، تاپش 200 پایینش 400، 600 پیکسل پدینگ داد. نکنیم این کارو، ما یه هیت میدیم. دلیل نمیشه من مثل این طراحی بکنم و خودم چیزی که دلم میخواد رو طراحی میکنم و کاملا ریسپانسیوش میکنم. میام و اینجا بک‌گراندش رو میذارم همین چیزی که ایشون گفته. او خیلی دیگه بیریخ شد، یه ذره رنگ شما میارم پایین تر. میام توی این مایا میبینید الان میدونم چه خبر هست. خب بریم اسلایدر رو اضافه بکنیم. اسلایدر بوت استرپ داریم، میتونیم از اسلایدر یه اسلایدر دیگه هم استفاده میتونیم بکنیم. یه چیز داریم بریم سویپر، بزنیم با سویپر آشنا بشیم. گرچه من توی جیکوری کامل با سویپر شما رو آشنا میکنم. سویپر یه دونه اسلایدر ساز، کاروسل ساز، هر چی ساز که در نظر میگیری برای شما میسازه. نمونهش توی دیجیکالا آپارات، دو تا وبسایت خیلی خوبمون، جفتشون از سویپر استفاده کردن. اصلا دیجیکالا که صفحه اولش اصلا کلا روی سویپر سواره، آپارات هم همینطور، آپارات هم از سویپر داره استفاده میکنه. اگه بیاید اینجا F12تون رو بزنید، بیاید روی این قسمت نگهش دارید، اینجاها دنبال سویپر من بگردم هایناشش. ایشون آیتم کرد، آها اینا سویپر. نگاه کن داره از سویپر استفاده میکنه، باز سویپر کانتینر. خب پس نشون میده که کل اصلا آپارات که اصلا کل عمر رو سویپر سواره. این که هیچی، این هم همینطور. اگر ایشون هم نشونتون بدم میبینید که دیجیکالا هم کمپلت روی سویپره. میاد اینجا روش نگه میدارید و من نمیخوام از اسلایدر بوت استرپ استفاده بکنم، میخوام یه چیز جدیدم یاد بگیرید. میاد اینجا نگاه میکنید، اینم اسلایدره دوست خوبمون
دیجیکالا است و میبینید که ایشون هم از سویپر استفاده کرده. خب تمام دیگه، وقتی این دوتا استفاده میکنم و 10 تا وبسایت دیگه هم نشون تو میدم استفاده میکنم، پس پلاگین بسیار بسیار خوبیه. سایتش از sweeper.js برای همتون میفرستم، اینجا داشته باشینش و برای شما همینطور برای شما میفرستم، شما هم استفاده کنید. میایید این پایین پایین گزینه ای داره به نام دمو، پایین پایینش میایید دمو، رو دمو میزنید. بعدا من یه دوره خیلی مفصل توی وبسایتم در مورد این پلاگین میذارم، یه چیز دورش 50 60 فیلم میخواد که کامل درسش بدم که چی هست. فعلا میخوام بیام از دموهاش استفاده کنم. خب این میگه دیفالت هم لود شد دیگه، نگاه کن این میگه این اسلایدر من تو حالت عادی، یعنی با دست میتونی بکشیش این برابر. خب این که به دردم نمیخوره، میام این یکی، این نویگیشنه، نگاه کنید روش کلیک میکنیم میره بعدی، میزنیم یاد قبلی. خب این به دردم میخوره، اینو نگهش میدارم. نگاه ترکیب چند تاشو میتونی بکنی اسلایده. این پجینیشنیشه، نگاه کنید اینو میندازید این ور، یه دونه میره این ور، نگاه کن این یه دونه بهش این میاد این ور. خب اینم قشنگه، میتونم استفاده کنم. حالا میریم پایین تر، اینم من بازش میکنم داشته باشیم. اینم همون نویگیشنیه، ولی خب میاد این ور، نگاه کنید این اینم میاد در واقع این شکلی میشه، یه ذره توپورتر میشه، این زیاد چیز خوبی نیست. اینا پجینیشن پروگرس، یه دونه میزنید ببین، یه دونه اینجا هم یه حالت انیمیت داره، این زیاد برام از همه قشنگ نیست. این یکی این عدد میندازه، این که اصلا قشنگ نیست. این هم به این شکله، از این مدل هم من خوشم نمی استفاده نمی کنیم. این هم پایینش در واقع میاد پروگرس میندازه، نمیخوام. ورتیکال که اصلا نمیخوام، ورتیکال هم اتون میتونی استفاده کنید، حالا دیگه دست خودتونه. این حالت اسپیس بیتوینش خوبه، اینو میخوام. این دومی رو عملا میبندم، این بهتره، اینو میزنم بازش. خب میام پایین، اینا دیگه کاروسله، این کاروسلی که شما تو دیجیکال میدی از این استفاده میکنن، اینا دیگه اشو پایینشو نمیخوام بخونم، میام اینجا، اینجا و اینجا. خب شما میاد اینجا یک کنترل یو میزنید، دارم یه باندل مین جی اس دارم، یه سری سی اس اس دارم، اینجا داری میبینیم سی اس اس های اچ تی ام ال بادیش به دردم نمیخوره، ولی از اینجا به پایینش رو میخوام، همش رو برمیدارم. تو فیلم دارم میگم و قشنگ میری همین مدل پیاده میکنی. سویپر به پایینش رو میخوام، میام اینجا تو این قسمت کامنت گذاری هم بکن لطفا، بنویس اسلایدر و بنویس اند اسلایدر، بدونی داری چی کار میکنی. اینو اینجا میذارمش. خب این از این، میام توی این قسمت داره میگه اینجا نمیشه سویپر، یعنی در واقع شما میاد اینجا کل این کد رو تا سر سویپر جی اس کل این کد رو کپی میکنی میذاری کجا؟ میذاری توی پروژت، توی صفحه ایندکس. این نکست و پریف که هستش همون نویگیشن جلو عقب هستش، الان بیاید تو پروژمون نگاه کنید اینجا هستش، هنوز نه در واقع سی اس اس چه اضافه کردیم نه جی اس شو، حواستون باشه به خاطر همین اینجا چیزی نمیبینید شما. و این داره میگه یه جی اس دارم، یه دونه در واقع اینیشلایزش باید بکنی اون مقدار سویپر رو. بعد چیکار کنم؟ ببینید اگه تو سویپر بیاید، حالا من سریع اومدم تو اینجا رسیدم، توی سویپر که بیادیم پایین این گت استارتش رو بزنید، حالا من صفحش رو باز میکنم ببینید، آب خوردن میتونی از npm استفاده بکنی برای دانلود کردنش. خب میرم مرحله بعدی، میام اینجا مینویسم npm install sweeper، میزنم و بره برام دانلودش. دانلود که شد، طبق فرمولی که ایشون به من داده اینجا، کنترل یو رو میزنم یه دفعه دیگه، طبق فرمول میگه باندل مین داد سی اس اس و باندل مین داد جی اس، میزنم دانلود کرد، هیچ مشکلی هم نداره. یه دقیقه میام میرم توی پروژم و زیر بوت استرپ مین برمیگردم میگم لینک نود ماژول سویپر باندل مین داد سی اس اس، این رو میذارم تو جی اس شم، میام زیر بوت استرپ می نویسم اسکریپت، کنترل آلت ال هم میذارم. چقدر خوب شد، یه دقیقه من، نه دیگه خوبه اوکی.
البته خیلی اینا رفتن تو، من نمیخوام انقدر تو بره، یه ذره میزنم بیاد به سمت بیرون. من این کنترل آلت ال رو که زدم این اومد فرمتش رو درست کرد، ولی خب اونا رو خراب کرد. سورس نود ماژول سویپر و سویپر باندل مین دات جی اس. خب یه اسکریپت باز میکنید اینجا و طبقی که اینجا چیزی که اینشون اینجا گفته، این کد رو از زیر اسکریپت این کد رو کپی میکنید میذارید اینجا. اینا نپرسید فعلا چی هست، این آبجکت نیو کرده، کاری ندارید، بعدا جاوا اسکریپت یاد میگیرید میتونید بفهمید چیه. میام اینجا الان نگاه کنم ببینید قشنگ درست شد، داره درست کار میکنه. میام این پایین کلا هم سفیده، هیچ اشکال نداره، الان داره اسلایدر شما خوشگل و خرم داره کار میکنه. خب حالا فعلا یه زنش داره کار میکنه، بقیه‌اش چی؟ اینجاهاش هم میخوام ببینی اینم درست کنم. کنترل یو میزنین به سی اس اسش که دست نمیزنی اصلا، چون سی اس اس هاشون همشون یه جوره، یعنی سی اس اس رو یه نیاز نیست بذاری تو پروژه. اگه دقت بکنی یه دونه تگی رو اضافه کرده به نام سویپر پجینیشن، میای اینجا کپی میگیری میندازیش زیر این پریوه مقدار رو، و اگه هم نگاه کنی میبینی یه اسپیس بیتوین رو یه پجینیشن رو اینجا داره دیگه، نمیای اینو کلش رو بگیری یا این همش تکراره، شما فقط میای این قسمتش رو میگیری. نگاه کن اینجا رو، این همونه سویپر ور سویپر که نوشته، نوشته کلاس مای سویپر، فقط داخل این بریس باز و بسته هر چی که هست، یعنی در واقع این از اینجا که این بریسه که اینجا شروع میشه و اینجا تمام میشه، هر چی که داخلش هستش رو بگیرید بیای بعد از این کاماه قرارش بدید. خب الان میام اینجا نگاه میکنم میبینم که نگاه کن قشنگ اینجا اضافه شد. خب اینم قرارش دادم، خب خوبه که قرار گرفت. و حالا برم عکس قرار بدم، عکس ندارم، میام یه دقیقه اینجا یه کلیک راست میکنم مینویسم ایمیجز، من عکس خوب ندارم. چرا دارم تو پروژه های قدیم هم همزیه نگاه بندازم تو این فایل ایمپورتنت 99، اینجا کلی ما پروژه داشته لاراول کمپانی سنایدر، نه لاراول کامپلیت توی قسمت پابلیک، نه بذارید پروژه لاراول پابلیش ایمیجز سلایدر. خوب همین 5 تا عکس رو یه کنترل A یه کنترل C میزنم میارم اینجا توی ایمیجز پیستش پیست کردم هر عکس رو، اسم عدد هیچ اشکالی نداره، میاید اینجا 5 تا عکسه، فقط تا 5 تاش رو نگه میدارید. خودش هم کاملا ریسپانسیو با این اصطلاحا سویپر، میاید میگید ایمیجز عکس اول این رو هم اینجا ایشون میشه، عکس دوم دیگه 919 رو که تهش هستش رو نذارید 950 988 و و 243 و این آخری مقداری که اینجا دارید میبینید 716. خب الان میام اینجا آب خوردم، ببینید این اسلایدر ها اضافه شدن، فقط این اسلایدر میبینید چرخش نداره، خودتون باید به چرخونیدش، یعنی شروع نمیکنه به چرخیدن. چیکارش کنم؟ این پایین هم که اینا رو بزنید میچرخن. خب بزنید اینا رو، من یه رنگشون هم عوض میکنم، حالا سی اس اس شون عوض میکنم. اگر بیاد این پایین برگردی، یعنی در واقع صفحه خیلی اومدم پایین، نه همون برگرد سر جاتون، آره یه گزینه ای داره به نام اتو پلی، اینا هاشش، این اتو پلی رو بزنید، این نگاه کن خودش نگاه کن بدونید که شما دست بزنید شروع میکنه به چرخیدن. اگر روی این کلیک بکنید و کنترل یو بزنید بیاید توی جی اس اش، یه گزینه داره اینا هستش به نام اوتو پلی و این مقدار، این رو کپی میکنید میذارید توی باز اون پایین، بعد از این کاماه قرارش میدید با کنید 2500. خوبه
2500 میلی ثانیه طول میکشه به چرخش بیفته. نکن خودش داگی داره، خودش هم میچرخ. خب من دیگه سویپر رو میبندم، کاری باش ندارم، تا همینقدر که یاد گرفتید کفایت میکنه. میام اینجا الان اینا هم دارن خوب کار میکنن، هیچ مشکلی نداره. سویپر هم داره کار میکنه، یعنی اسلایدر هم داره کار میکنه، خیلی خوشگلتر و تمیز و از همه مهمتر کاملا ایشون چیه؟ این در واقع اسلایدر، اسلایدر هم کاملا آیا ریسپانسیوه؟ نه بر ریسپانسیوش بکنم. بله خب بیام اینجا این پجینیشنه رو اول بیام درست بکنم. بیام اینجا این سویپر خوبیش این هستش که شما میتونید هر نوع CSS رو بهش بدید. میام اینجا تو این قسمت این گزینه پجینیشن، این سویپر پجینیشن که دارید میبینید، این بالتا هستش، هر کدوم از این بالتا هست و من میگم این کلاس رو بر میدارم، میام میبرمش توی اسلایدرم توی این قسمت و اینجا این رو قرارش میدم حتما هم کلاسه و یه بک‌گراند کالری ما به اینا میدیم، حالا مثلا بلک، یه ایمپورتنت هم میزنیم ببینیم حرف گوش کن هستن یا نه. میبینید این الان بک‌گراند کالرش در واقع بلک شد و داره شروع میکنه مقدارش عوض شدن. خب این در واقع این مقدار اکتیو رو که شما بهش دادید اومد اکتیوش رو عوض کرد. حالا قبلیه چی بود؟ آبی بودش. ببینید این اکتیوش رو من کپی کنم، این اکتیوش رو شما میتونید عوض کنید و بک‌گراند کالرش رو بکنیم مثلا قرمز، ایمپورتنت هم بکنیم. ببینید الان داره این مقدار میشه. خب حالا قرمز که نه، میشه یه مقدار تو چش بخوره، مثلا بلو وایلت خوبه، حالا رنگش خوبه. خب این یکی چی؟ اینا بک‌گراندش رو خب اینو دست نمیزنم اصلا، این اکتیو باشه این خوبه. بذاریم مقدار زمان این رو بیشتر من بکنم، برسم دقیقا دیتکتش بکنم داره چیکار میکنم. خب این کالر رو اگه ما آبی میکردیم هیچ ربطی نداشت و خب سویپر تم کالر رو عوض کنیم، مثلا ببریم تو این فاز. نه میخوام به دست بیارم که این بکش چیه و با چی عوض میشه. خب اسم کلاسش اینه، منم حفظ نیستم واقعیتش، هر سری هم دنبالش میچرخم پیداش بکنم. بک‌گراند رو بیایم بکنیم بلک، ببینیم تغییر میکنه یا نه. خب این که اما اکتیوه بود و
چیز کار خاصی اتفاق نیفت. خب بذاریم این رو من یه ذره بیشترش کنم، همه بتونم اینو بچرخم پیداش کنم. خوبه که اینو عوضش بکنیم چون رنگش واقعا رنگ چرتیه، اصلا پشتش معلوم نیست. این که اینه، اینم اینه. ما اینه الان دادیم بلک، ورش داریم میشه آبی. خب آهان این اومده اوپاسیتی گذاشته و از این حرفا. بیایم اینجا و اینو هم بذاریم بلو وایلت باشه، اینم همونه. بذاریم اوپاسیتی این رو ما بکنیم 1. آهان درست شد. و اینم رنگش رو بکنیم مثلا بلو، یه بلویی. خب حالا این گزینه اکتیو رو بیایم، اجنیشن بالت اکتیو. حالا بیایم اینجا و این گزینه اکتیو رو فعال بکنیم، بک‌گراند کالرش رو بذاریم مثلا قرمز. حالا شد. الان بیایم عوضش بکنیم. آره ببینید داره تغییر میکنه. خب میخواستم این رو یاد بگیرید که بتونیم اینا رو عوض بکنیم. و حالا اوپاسیتیش هم واقعا بالا سمون 1 زیاد هم بکنیم، 7 هم بهتر. خب خوبه الان شد، عوض شد. ولی خب قرمز نذاریم، به نظر یه لیمی یه سبز یه چیزی بذاریم بهتر. اینم آبی نذاریم. من کلا گرافیکم که لهه، بهتر از اینم در نمیاد. خب خوبه الان یه مقدار قابل دیدتر. خب بریم حالا رو سر این آی ام جی ها. هیتش رو اسلایدر در واقع ایمیج رو دادیم 100% و هیتش رو هم 100% و ابجکتیویت هم که کاوره کاملا درسته و ایمپورتنتش رو هم من این رو قرار بدم. الان دیگه قشنگ عکس ها 100% 100% بشن. ببینیم درست کار میکنه. خب اینم 10 ثانیه زیاده. الان دیگه کاملا خیالم راحتی که 2500 بذاریم. الان کاملا خیالم راحتی که کارم داره درست انجام میشه. خب خوبه داره کاملا اوکی میره جلو. پاجینیشن هم که اوکی کردم. بریم اینجا اینو درست کنیم، این وسط هم درست، منو هم درست میکنم فعلا. اینو هم درستش بکنیم. اینو من یک کپی بگیرم. خب بیایم اینجا. من به نظرم ترارایی که میشه درست کرد اینی که من اینجا بیام این سویپر سلاید رو میبینید. اگه یادتون باشه گفتم بچه این سویپر سلاید رو پوزیشن نداره، ما یه پوزیشن بهش بدیم. برگردم نمیدمش، میخوام یه اتفاق بیفته اینجا. ببینید یه سیکشن میذارم، یه دیو میذارم مثلا به نام کلاس کابر و یه H1 میذارم، این دیتا رو میذارم توش، یه پاراگرافم یه پی هم میذارم اینجا، اینم که کنترل وی میذارم چیزی که خودش داره، یه دارم تگ A میذاریم هشتگ و گزینه اینو یه F12 هم میذارم. اصلا معلوم نمیشه چه زبانی هستی. ایشون رو کپی میکنم اینو میذارم اینجا. خب الان بزنید اسلایدرتون خیلی خوشگل شده، نگاه کنید ببینی این شکلی میشه. اینا باید چیکارش کنید؟ یه پوزیشن باید به این بدید، در واقع به سویپر اسلاید. میاد اینجا سویپر اسلاید یه پوزیشن میدید به نام ریلیتیو و به این سویپر اسلاید فرزندی داره به نام کاور. من میام اینجا برمیگردم میام کلاس سویپر اسلاید فرزندی داره به نام دیو کلاس کاور. شما پوزیشن ایشون رو بیا بکن ابسولوت
ببخشید دیگه نتونستم اوکیش کنم. خب ویتسش رو من بیام بدم، ویتسش رو بیام بدیم مثلا 50% و هیتش رو هم بیام بدیم 50%. یه بکگراند کالر بدیم ببینیم وضعیت چی ها، یه بلک هم بدیم اینجا. اوکی خیلی هم خوبه. خب میام اینجا، اومده این وسط هم قشنگ خودش قرار گرفت، دستش هم درد نکنه و این هم میذارم اینجا. یه پدینگ 20 پیکسل مقدار باکس سایزینگ بوردر باکس رو هم خودش قرار بده. خب الان میذارم قشنگ اینجاست، خیلی هم خوب و تر و تمیز و شیک. میام یه دقیقه اینجا، اینا رو باید چیز کنیم دیگه، حالا فونت سایز و اینا شما باید درست کنیم. فقط یک کاری که باید شما بکنید اینه که این کابره رو، این دیو کابره رو من کپی میکنم، کنترل سی برای هر کدوم از این سویپ ها قرار میدید. یه اسلایدر خیلی خوب و اصلا از اسلایدر بوتستراپ هم خیلی خیلی بهتره، اصلا همه از این استفاده میکنم توی پروژه ها و پیاده سازیمون رو انجام میدیم. میام اینور تر و تمیز. خب میایم اینجا، من یه H1 دارم. اول من میگردم میگم فونت سایزت به نظرم 40 پیکسل خوب باشه، کالرت هم باشه وایت سموک. ببینم اینجا چیه کالر رنگش. آره وایت سموکه. فقط بعد ببینیم که فونتش چی ها، فونت فامیلیش این جورجیا، فونت فامیلی جورجیا چی جورجی، آره همین رو میزنیم کفایت میکند. خوبه، فقط فونت سایزش بیشتره، مثلا 5 پیکسل باید بزنیم. خوب است، یه مارجین باتمه 20 پیکسل هم میدید، یه پی هم میذارید، این پیه بشه به نظرم همون 16 پیکسل. رو یه دونم که تگ A داریم و ایشون میشه دیسپلیش بلاک و ویتسش هم به نظر من 200 پیکسل خوب بود، هیتش هم 40 پیکسل و بکگراند کالرش نمیدونم چی در میاد. و یه رفرش بکنیم این، این مگه پینی؟ یه لحظه من ببینم پیه و خب به پی هم داده شد، فونت سایزش کمه، همون 20 باید بذاریم به نظرم خوبه. این هم الان میخواید اینجوری نشه من یه کاری میکنم درست شه، حالا درگیر اون نشه. فقط اینجا رنگ این رو من در بیارم چیه. یه دقیقه اینجا کالر زیلا رو میزنی، ای بابا همون F12 رو میزنی و میای روی این قسمت، رنگش میشه همین. یه دقیقه کپی میکنی و اینجا یه بکگراند کالر میدید به این شکل، مارجینش هم میکنید صفر اوتو که بیاد وسط و یه باکس شادو این ست 5 پیکسل 5 پیکسل 25 25 پیکسل بلک رو هم بهش بده، ببینیم چی در اومد. خوبه و لاین هیتش رو هم بکن همون 40 تا، کالرش رو هم بکن همون وایت سموک از همه بهتره و یه بوردر داش رادیوس 5 پیکسل هم بده و یه باکس شادو 5 پیکسل 5 پیکسل 5 پیکسل بلک رو هم بهش بده، فکر کنم خیلی بهتر بشه. خب ببخشید اونجا یه باکس شادو ما دادیم. خب اینو باید بیایید چیکار کنید، یه کنترل ایکس بزنید، حواسم نبود، میایم و یه کاما میزنیم بهش که به این شکل بشه، خیلی خوشگل میشه این حالتی. فقط تکست دکوریشنش رو نان کنید که به این شکل بشه. هاور هم میتونی بذاری و
کنترل سی و کنترل وی، یه گزینه هاور و بک‌گراند کالرش رو همین قرار بدی با اوپاسیتی کمتر. ببین اوپاسیتیش میشه یه ترانزیشن 300 میلی ثانیه هم بهش بده. البته به نظرم اوپاسیتیش رو کم نکن. بک‌گراند کالرش رو ببر تو هم های های بلک و کالرش رو ببر وایت. خیلی بهتر میشه. خوبه؟ خب فقط به نظرم بریم به کاورمون یه بک‌گراند بدیم در حد RGBA، یعنی 0 و 0 و 0 رو حداقل نیم بدیم که این شیشه‌ای بشه ببینید که بتونه طرف مقابل راحت بخوندش. حتی نیم هم بالاتر دادید هم بعدش نیست، یعنی مثلا 8 هم بدید خوبه و هیچ اشکال نه روی در واقع اسلایدرتون. یه border dash radius 5 پیکسل هم بهش بدید، یه باکس شادو ثواب داره در واقع 5 پیکسل و 5 پیکسل و 5 پیکسل وایت هم بهش بدید یا این ستش بکنید ببینید چقدر خوب میشه. آره خوبه خوبه، حالا داره در واقع اسلایدرم خیلی تر و تمیز از این که خیلی بهتر شد، چون این اصلا اسلایدر نبود. من اومدم الان اولا این رو قسمتش کردم اسلایدر، حالا میخوام منوش رو بسازم. خوب است. خب بریم اسلایدرمون رو البته ریسپانسیوش بکنیم اول. لطف میکنن دوستان این روی کنترل بیاید فیلم بعدی. اوه